آقا هر چی بگذشت من بودم شو حوصله‌ش ندارم. زندانو میکشیدم هیچ چی یادم نمیاد. عزت زیاد. خیلی عیب شد. باید کلی حرف داشتم. راجب جاسم و داوود و البته الماسا. بسا ببینم. از داوود خبر داری؟ ها؟ آره دیروز دیدمش. به یه شرط. آخرش جنی نشی بزنیم اون آشالش کنی بره انتقام. من خیلی وقت آتیشم سرد شده. فقط دو تا دونه سوال ازت دارم. برو دم تعمیرگاه تا بیام. پوردلجو اعتراف کرد. حکم قضایی گرفتم. دیگه وقتشه برم سراغ سالار. تنهایی میدو بابا؟ آره. تو بمون تهرون و لذت رو در روی از آدمایی که دستگیر کردی رو ببر. در زمین وسط اگه اخبار جدیدی بدرسید به من تلفنی خبر بده. مثلا اگه جاسم با کسی در ارتباط بود و من بیخبر بودم، یا اگه اطلاعات جدیدی از مرزوخ پیدا کردی. من 16 سال حبس کشیدم چون داوود لام داد. حالا هیچ چیزی برام مهمتر نیست که بفهمم اونم افتاده پشت میله ها. اونم باید قاضی پس بده. 30 سال از خیانتش میگذره اما هنوز نگاه آخرش یادمه. اون صورت وحشت زده که اون دختر بچه سوار موتور کرد و در رفت. دختر بچه؟ خواهرت. برندیمش سراغ بیمارستان مرکزی شهر رو بگیم. اگه نشونی وجود داشته باشه همونجاست. همونجا بود که من اون موقع حسینه دیدم. الو سلام. خواب که نبودی؟ ببین سعید چشماشو باز کرده. آره خدا رو شد. خب پیداش کرده رو بخواد. یه دختر کوچیک 4 ساله به اسم سیمین که نه آقایم براش پیدا نشده. خوشه؟ یعنی زنده مونده؟ ببین بعدش چه اتفاقی افتاده؟ مرخص شده؟ نشده؟ ما دیگه نمیدونم. ایجاد چیزی از زمان ترخیصش ننوشته که. تو رو خدا تو تنها امید منی. اون خواهر گم شده منه. اومده زندگیشو به هم بریزی؟ خانم اون حق داره بدونه کیو از کجا اومده. معلم شده. بعض وقتا میاد دیدن من. ازدواج کرده. یه دختر داره. من باید باش حرف بزنم. باشه. من بهش میگم که یه نفر اومده ببینتش. خواهش میکنم خانم. من اینقدر وقت ندارم. من برادرشم. برادری که اون نمیدونه زنده است. همونطور که من نمیدونستم. اومدم ببرمت. بسم الله. بله. سلام. سلام. شما سیمین خانم هستید؟ من شما رو میشناسم. داری چی کار میکنی؟ مرزوخ زنده است. تو همه این سالهایی که دنبالت بودم حس میکردم یه جای ماجرا اشکال داره. نه تو نمیتونی اون کسی باشی که تو این سالا پنهون شده. گشتم. خیلی گشتم تا پیداش کردم. اون الان یه جای این شهره و میدونم میخواد از ایران بره. فهمیده دستش رو شده. ممکنه باز سر و کلش پیدا بشه فقط به خاطر تو. تو هنوز مدیر عامل اون بانکی.
ممکنه هنوز باد کار داشته باشه. فکر میکنم من و تو یه طرف خط وایستادیم، پس باید به هم کمک کنیم. من ولت میکنم که با گذشتت روبرو بشی، تو هم منو به مرزوق برسون. اگه بفهمه دنبالت هم آفتابی نمیشه، پس سایت میشم. داری خطر میکنی؟ اگه فرار کنم؟ کسی که روی حرف خودشو تسلیم عدالت میکنه، اگه 10 بار دیگه هم فرصت رفتن داشته باشه فرار نمیکنه. من مطمئنم اگه بدونی کار خودت بوده برمیگردی، پس برو پیداش کن. دختر و رفیقت هم بیمارستانن، برو سراغشون. شنیدم حال رفیقت خوب نیست، بهت احتیاج دارن. من منتظر جواب شمام. من نمیدونم چه فایده ای داره یه اتفاق مبهم و مشکوک توی 30 سال قبل دوباره بخوایم زنده کنیم. اونم اتفاقی که زندگیمونه بخواد به هم بریزه. من نظرم منفیه. من شما رو میفهمم. ولی زندگی چند نفر به روشن شدن همین اتفاقات مبهم و مشکوک 30 و چند سال پیش گره خورده. خب چه ربطی به ما داره؟ ما داریم زندگیمونه میکنیم، با کسی هم کاری نداریم. این که پدر مادر واقعی سیمین کی بودن یه زمانی برامون مهم بوده. یه موقعی سیمین به پدر و مادر و برادر احتیاج داشته، اما الان چرا باید آرامش رو به هم بریزه؟ بالاخره هر کسی هر جای دنیا باشه باید بدون گذشتش چی بوده و از کجا اومده. بس کنید آقای سمی. آقای سمی، این حرفا کهنه شده. نه، کهنه نشده. سیمین، ما احتیاج به این حرفا نداریم. فایده سرکشیدن تو گذشته که تموم شده چیه؟ تموم نشده. من دیگه به زبون نمیارمش. اون شبایی که از خواب میپرم و میپرسی چی شده و میگم هیچی. صداها، کابوسا، همه دارن تو من زندگی میکنن. زندگیمو تباه کردن. آقا چی میخواین بتونین؟ من میخوام از اون روزا برام بگید، از اون روز آبان 59. من فکرم چیزایی از بعد دارین. درباره اون روزا کمکی نمیتونم بهتون بکنم، چیزی ندارم بهتون بگم، یعنی چیزی یادم نمیاد. هیچی؟ حرفی؟ خاطره ای؟ تقریبا هیچی. چشای خون گرفته، صداهای ترسناک و اون انفجار توی ایستگاه راهن. همین. بعد از اونم که میدونین کجا بزرگ شدم و الانم که اینجا. ببخشید نمیتونم کمکتون بکنم، من خیلی کوچیک بودم. تقصیری ندارید. شما چی؟ از گذشته من چی میدونین؟ چیزایی که من میدونم شاید برای شما خیلی خوشایند نباشه. بگید، همشو بگید بی کم و کاست. شما احتمالاً دختر شخصی هستین به نام خواجه بدر.
صاحب یه شرکت کشتیرانی تو خرمشهر. خرمشهر؟ از خانوادم چی میدونین؟ سیمین این حرف آخه چه فایده ای داره؟ لطفاً بگید، میخوام بشنوم. جان بیمارستانی، حالتون بد شد من آوردمتون اینجا. من از اینجا نمیخوام اینجا بمونم. باشه عمو جان، میریم. هنوز حالتون خوب نشده، با دکترتون حرف زدم که باید یکم دیگه بمونید. میدونم دکترها چی میگه، گفتم که من از اینجا ببرم، نمیخوام اینجا بمونم، اونقدر وقت ندارم که اونم تو بیمارستان هدر بده. تو همون روز انفجار ایستگاه قطار چند ساعت قبلش یه دسته اشرار حمله میکنن به خانوادتون، اونا رو میکشن برای غارت اموالتون و شایدم فقط برای الماسای گرون قیمت خواجه بدر. همونجا هم با هم اختلاف پیدا میکنن به دلایلی که منم نمیدونم، اما یکیشون شما رو ور میداره و فرار میکنه، اون سه نفرم میرن دنبالش، میگن الماسا رو هم برده. اون آدمم تو مسیر فرار میاد اندیمشک، میخواسته با شما سوار قطار بشه که اون داستان انفجار اتفاق میفته. چرا اون آدم باید من از خرمشهر میبودن دیمشق؟ نمیدونم، هیچ کس نمیدونه. شاید الماسا پیش شما بوده، شایدم شما از فهمیدن داستان زندگی خانوادتون ناراحت میشین. کلمه خانواده برای من خیلی دور و عجیب. وقتی میگی خانواده، بیشتر قیافه اون پرستاری که به خاطرش منو پیدا کردین، فرشته و شوهرش میاد تو ذهنم. چی به سر اون مرد میاد؟ اونی که منو با خودش میاره اندیمش، توی انفجار میمیره؟ نه زنده میمونه، ولی حافظه‌شو از دست میده. تو همون بیمارستانی بستری میشه که شما بستری بودین، ولی هیچکس رابطه بین شما دوتا رو نمیفهمه. اون که حافظه‌شو از دست داده بوده، شما هم یه دختر بچه 3-4 ساله که از اون اتفاق شوکه شده بودین. شما اون مرد رو میشناسین؟ الان تو کلانتری خرمشهره. دو روز پیش خودش رو تسلیم کرده، داوطلب شده تقاص تمام گذشته رو پس بده. شما که گفتین حافظه‌شو از دست داده؟ آره، اون یه بانکدار خوشنام و معتبر تو تهرانه، از اونایی که سرش قسم میخورن، ولی حالا قراره به جرم قتل پدر شما محاکمه بشه. چطوری به این نتیجه رسیده؟ یعنی چطور انقدر مطمئنه وقتی که حافظه‌ش رو از دست داده؟ یکی از اون 4 نفر بعد 30 سال از زندان آزاد میشه، پیداش میکنه و میره سراغش برای باجگیری. بهش میگه تو جوانی آدم شروری بوده، ولی اون قبول نمیکنه و زیر بار نمیره، تا اینکه نشونه‌هایی پیدا میکنه که همه چی بهش ثابت میشه. اما اون که جون منو نجات داده، نه؟ نمیدونم، شاید شما رو دزدیده بوده، شاید هم میخواسته الماسا رو به دست بیاره. من میخوام اون مردو ببینم. بس کنید آقا، بس کنید، دیگه دارید شورشو در میارید. بفرمایید بیرون، بفرمایید بیرون آقا. اینا فقط یه مش خیالات و فرضیاته، داری همه زندگی آرومی رو که براش جون کندیم از بین میبری. نرید آقا، نرید لطفاً. سیمین من میخوام اون مردو ببینم، شاید اگه همدیگر رو ببینیم یه چیزایی روشن شه، یه چیزایی یادم بیاد. شاید هم حق با همسرتون باشه، دیدن اون آدم الان کمکی به ما نمیتونه بکنه. اون که حافظه‌شو از دست داده، شما هم حتما نسبت به اون زمان خیلی چهرتون عوض شده. میخواین عکس اون سالامو ببینین؟ این عکس مال 2 ماه بعد از پیدا شدنم تو ایستگاه راهن، روزای اولی که فرشته منو با خودش برده بود خونه. این عکس نمیتونه کمکی بهمون بکنه. من باید اون مردو ببینم هر طور که شده. سیمین سلام.
سلام خانم کوچولو. دخترم به مائده. عزیز دلم. چقدر شبیه همین عکس خودتونه. خیلی. فکر میکنی دخترم با خودم بیارم؟ تو واقعا زده به سرت. اجازه بده لطفا. این تنها راه من برای سبک شدنه، برای فرار از حال بعد 30 ساله. سیامک اجازه بده که بری کلانتری خرمشهر ملاقات یه متهم به قتل با دختر من. عروسکشو ببین، میگم این تومات خانم چقدر پیر و کهنه است. آخه بر مامانم بوده. آها، از کجا میدونستی؟ تو کی هستی؟ من منظورتون رو نمیفهمم. اسم این عروسک رو از کجا میدونستی؟ این عروسک از همون روز راهن با من بود، همیشه بهش میگفتم تومات. اما تو از کجا میدونستی؟ خواجه بدر 3 تا بچه داشت، 2 تا پسر 1 دختر. پسر بزرگ که کنار پدر و مادرش کشته شد، کوچیکترم که 1-2 سال با هم اختلاف داشتن. تو کی هستی؟ من برادرتم. بابا؟ الو؟ الو؟ الو بابا؟ آزاد شدی؟ کی؟ الان کجایید؟ بله بله بله، میام بیمارستان؟ میاد اینجا. الو بابا؟ سلام. سلام دخترم. حسین. امرهیم. اسمتون رو که رو گوشیم دیدم باورم نمیشد. یعنی معجزه بود واقعا. یادم اون قدیما امرهیم میگفت خدا اون بنده رو که بیشتر دوست داره سخت‌تر آزمایش میکنه. رحیم هنوزم همین رو میگه. با خودت چه کردی مرد؟ من اومدم تو رو بیرون اون 4 دیواری ببینم و برم. به زنت قول داده بودم. شما هیچ جا نمیری. تو رو خدا از این حرفا نزنم. نمیخوای از بابات بشنوی الان چطوری اینجاست؟ راستش خودم هم دقیق نمیدونم. بعد یکی رو پیدا کنم. یه قراری با مسئله گذاشتم. اون بهم گفت شما اینجایین. فهمیده که یکی از اون آدمایی که با گذشته من ارتباط داشته هنوز زنده است. میگه اگه بیرون باشم ممکنه مرزوق آفتابی بشه. مرزوق؟ اسمش به نظرم از آقای سمی شنیدم، موقعی که داشت میگفت چی از شما میدونه.
خب بهش زنگ بزن بگو بیاد هتل. دلم میخواد بدونم دیگه چی میدونه. شاید بتونه کمک کنه که مرزوقو زودتر پیدا کنم. مسله فکر میکنه اون زنده است. اینقدرم براش ارزش داشته که منو آزاد کنه. مطمئنه که میاد سراغ منو میگیره. میخواد اون از مخفیگاه خودش بکشه بیرون. ما هم شدیم طعمه قلاب ماهیگیریش. میخواد با یه ماهی کوچیک کوسه شکار کنه. اولا تو اینقدرام کوچیک نیستی. بعدشم ماهی ما از گلوی کوسه پایین نمیره. چی به روز خودت مردی رایی؟ عمو جان همون همون قدیمی هست. فقط این بار سنباش پرسورتر. ایشالله که سایه شما 100 سال رو سر ما میمونه. ایشالله 100 سال نمیدونم. اجالتن زندم تا به قولی که به مادرت دادم عمل کنم. سلامتی شوهرش از من میخواد. از همین آدم نحیف رو به موت دور از جون. درسه کار دست خودت بدی. سفارش مامانه. عاشورا نزدیکه. نمیخوان یه زنگ بهش بزنید؟ الان وقتش نیست. بذار اول تکلیفم با خودم روشن بکنم. بعد. سلام آقای سالار. من سیمینم، همون دختر کوچولویی که وقتی خانوادش کشته شدن با خودتون بردین. یادتون میاد؟ باید یادتون بیاد. خواهش میکنم، توی همه اون سالا تو گذشتم یه چیزی گم شده بود که حالا پیداش کردم. اون کسی که به من میتونه بگه شمایی. باید به من بگین چرا منو با خودتون بردین اندیمشک. باید به من بگین چی به سر خانوادم اومده. آقای سالار. بابا حالت خوبه؟ آقای سالار.
این تسبیح. بابا جان به خودتون فشار نیارید، تو رو خدا آروم باشید. اونا دنبال یه همچین چیزی بودن. منظورتون چیه؟ این تسبیح پدرت بهم داد، اونا دنبال این تسبیح بودن. ولی این تسبیح، اونا دنبال الماس بودن. پدرت قبل از اینکه جونشو از دست بده این تصویر رو تو مشت من گذاشت. نمیدونم چرا من بهم گفت نجاتش بده، التماس میکرد، میگفت دخترمو نجات بده. اما قبلش اصلا چرا اونجا بودین؟ نمیدونم چرا اونجا بودم، اما از جاسم شنیدم که پای سری الماس وسط بوده. الماسایی که فکر میکرد من زندگی جدیدم و روی اونا بنا کردم. الماسی که هیچ وقت وجود نداشت. جاسم همیشه از الماسایی حرف میزد که داوود دزدیده و برده. تسبیح شیشه‌ای که زندگی من عوض کرد، از من یه آدم دیگه ساخت. من دزد نبودم هیچ وقت. شما زندگی منو نجات دادین. همیشه تای ذهنم یه چیزی بود، نگاهتون. شبیه مادرتی. خدا تو رو واسه من فرستاده. چقدر خوشحالم که پیداتون کردم. تو مثل دختر منی، مثل دختر گم شده من. خواهر من. دوست دارم همه این سوالها رو واسه تون جبران کنم. بتونم. الو. سلام. یه خبر براتون دارم، باورتون نمیشه. داوود آزاد کردن. بله. من با یه پسر صحبت کردم، مهران. به همه چی شک کرده. بله. چشم. تحتوش در میارم. بله. من که رو حرف شما حرف زرم مرزو خان.